با سلام خدمت دوستان، جلسه 135 خودمون رو شروع میکنیم در گفتارهای عمومی. جلسه امروز که ما در چهارم اسفند 1401 هستیم، جلسه 135 ما هست همطور که گفتم، و این چهارمین برنامه از مجموعه برنامه هاییست که ما به فاشیسم و اقتدارگرایی در قرن بیستم اختصاص دادیم. در برنامه قبلی که داشتیم، بعد از مقدمه‌ای که در مورد فاشیسم گفتیم، به دو مورد مهم قرن بیستم اشاره کردیم: فاشیسم ایتالیا که اصلا خود کلمه فاشیسم هم از اونجا آمده، و فاشیسم هیتلری یا هیتلریسم که در آلمان وجود داشت. هر دوی این موارد در فاصله دو جنگ جهانی شکل میگیره بین 1914 تا 1940 و قدرت پیدا میکنن و بعدم از بین میرن با جنگ جهانی دوم، با شکست این کشورها، و البته باز دو مرتبه از اون زمان نطفه‌هاش باقی میمونه و الان میتونیم بگیم که با اتفاقات که در جهان افتاده از به خصوص سال 2000، یعنی یورش شدیدی که به طرف کشورهای خاورمیانه اومد بعد از اون به اصطلاح بمبگذاری که حمله هوایی که شد به برج‌های دوقلوی سازمان تجارت جهانی، اشغال افغانستان، عراق و غیره، مسائل سوریه و سایر موارد، اون بحران بزرگ مهاجرت که ایجاد شد، که از دلایل اصلی بود که دو مرتبه میشه گفت که فاشیسم شروع کرد در اروپا رشد کردن. ولی بجز این، خود سقوط کمونیسم هم که تقریبا از سال 1980-85 شروع شد و بعد 90 دیگه به آخر خودش رسید، یکی دیگه از دلایلی بود که فاشیسم در اروپا رشد میکنه و قدرت هرچه بیشتری پیدا میکنه. منتها در اروپا میتونیم بگیم که جز در بعضی از کشورها نظیر فرانسه که در حال حاضر گروه مارین لوپن با یک عنوان جدیدی، همون برنامه قبلی فرون ناسیونال یا جبهه ملی خودشون رو دارن اجرا میکنن، و در آمریکا که کسانی که بهشون گفته میشه ناسیونالیست های مسیحی و گروه افراطی حزب جمهوری خواه هستن که با ترامپ خیلی رشد کردن و جلو اومدن و مطرح شدن در جریان اصلی سیاست به صلاح آمریکا، اگر از اینها بگذریم فعلا میتونیم بگیم که این که گفته بشه فاشیسم داره دو مرتبه زایش پیدا میکنه و گسترش پیدا میکنه، یک مقداری اغراق‌آمیزه، چون همونطور که در آمریکا هم دیده میشه که به نوعی در حال عقب نشینی هست مسئله ترامپیسم. اما بر تقدیر اون از لحاظ تاریخی مباحثی رو که ما در این مجموعه از گفتارهای عمومی مطرح میکنیم برمیگردن تقریبا نیمه اول قرن بیستم، و در جلسه امروز هم ما میپردازیم به گروهی از کشورها که اینها جز موارد معدودی درشون فاشیسم قدرت زیادی نمیگیره، ولی به هر حال به عنوان یک امکان در اینها وجود داشته، در بعضی جاها هم البته به قدرت میرسن، اشاره خواهیم کرد. یک مقدار خطری که در این کشورها وجود داره در آینده هست، یعنی این کشورها از درون یک دوران طولانی حکومت کمونیستی، حکومت توتالیتاریسمی که بعد از جنگ جهانی دوم بر اونها حاکم بود بیرون اومدن و همیشه یه مقدار زیادی
این شکنندگی رو دارند و این گرایش رو دارند که برن به طرف ایده های فاشیستی. ما در مورد یوگسلاوی جلسه داشتیم در دوره قبلی که به نسل کشی ها اشاره کردیم و در اونجا در مورد سرب ها خیلی صحبت کردیم. در جلسه امروز بیشتر به کروات ها میپردازیم که در اون جریان که ما در اونجا مطرح کردیم بیشتر کشتاری رو که سرب ها کردن در بین مسلمانان در بوسنی هرزگوین و در بین خود کروات ها که کاتولیک هستند مطرح شد، ولی اینجا فرصتی است که بپردازیم به پیشینه این مسئله که برمیگرده به کشتارهایی که کروات ها کردن در نیمه اول قرن بیستم و میبینیم که خشونت ایجاد میکنه و این چرخه های خشونت هرگز متوقف نمیشن مگر اینکه به کلی از منطق اونها خارج بشیم. یعنی هر نوع خشونت جدیدی رو ایجاد میکنه. ما این بحثی است که دائما داشتیم برای اینکه خطر این مسئله رو نشون بدیم. خب طبق معمول ما از معرفی چند کتاب شروع میکنیم که در فارسی وجود داره و من توصیه میکنم اینها رو برای جلسه امروز میتونید بهشون نگاه کنید و البته مفید هستش برای جلسات دیگرمون. مجموعه کتابهایی که اریک هابسبام با عنوان اصل نهایت ها نوشته مجموعه 4 جلدی بوده که به صورت 1 جلدی هم فکر کنم منتشر شده. انتشارات آگاه اگر نگاه بکنید کار بسیار ارزنده‌ای است. تاریخ جهان اریک هابسبام هست ولی بخش مهمیش به تاریخ اروپا اختصاص داره. کتاب دیگه هستش پاتریک ویر ژدنیک که این کتاب تحت عنوان شهر فرنگ اروپا با ترجمه آقای خشایار دهیمی وسیله انتشارات ماهی منتشر شده و تاریخچه فاشیسم رو از جمله در اروپای شرقی مطرح میکنه و کتاب بسیار بسیار خوبی هستش. اگر در دسترس هنوز باشه، اگر نه از کتابخونه ها میتونید تهیه کنید یا روی نسخه الکترونیکش. کتاب ارنست نولته که قبلا هم بهش اشاره کردیم در مورد پیشین هم مفید بود، اینجا هم خیلی مفید هستش. جنبش های فاشیستی، بحران نظام لیبرالی و تکامل فاشیسم، انتشارات ققنوس 1393 که آقای مهدی تدیونی ترجمه کرده. کارهای آقای مهدی تدیونی در حوزه فاشیسم خیلی خوبه، کتابهای زیادی رو ترجمه کرده و در این زمینه صاحب نظر هست. من توصیه میکنم کتابهای دیگه ایشون رو هم در برای این مجموعه از گفتارهای عمومی ما حتما ملاحظه کنیم و خیلی هاشون من معرفی کردم. کتاب سرژ برستاین و پیر نیزا کتاب تاریخ اروپاشون از قرن 19 تا اوایل قرن 21 با ترجمه آقای پیروز ایزدی رو نشر سالس منتشر کرده که کتاب دیگه ای است که من پیشنهاد میکنم که به اون مراجعه بکنید. خیلی از کتاب دیگه ای هم که در جلسات گذشته من مطرح کردم فکر میکنم برای این جلسه هم مفید باشه. موضوعی که ما در این جلسه بهش میپردازیم مسئله فاشیسم در منطقه هستش که قبلا میتونیم بگیم بین سال 1945 تا سال 1990 که شوروی سقوط میکنه بهش میگفتن بلوک شرق. به طور کلی میگفتن بهش بلوک شرق و کشورهایی بودن که بعد از جنگ جهانی دوم شوروی روی اینها سلطه برقرار کرد، اینها رو برد زیر به اصطلاح هژمونی خودش، در یک پیمان نظامی هم به وجود آورد تحت عنوان پیمان ورشو که در مقابل پیمان نظامی ناتو قرارش میداد و اینها کاملا زیر سلطه شوروی بودن. در جنوب اروپا میتونیم بگیم تنها کشورهایی که شامل این قضیه نشدن ایتالیا بود طبعا از کشورهای بزرگ، ولی یونان هم همینطور مستقل باقی موند و اسپانیا و
پرتغال که اینها حالا هر کدوم با داستانهای متفاوتی، اسپانیا که به نوعی فرانکیسم درش برقرار بود و سالازاریسم در پرتغال که به اونها خواهیم پرداخت، یونان رو در اینجا اشاره بهش میکنیم، هرچند که با این بلوک شرق متفاوت هستش. بلوک شرق عمدتا شامل کشورهایی میشد مثل لهستان، مجارستان، یوگسلاوی، آلبانی، آلمان شرقی، این کشورها که در این کشورها خب بخشش که برمیگرده به تاریخ آلمان که در مورد آلمان شرقی این صادقه و برخی دیگرش به تاریخ کمونیسم برمیگرده در دوره 1945 تا 1990 و اون فاشیسم میتونیم بگیم کمونیستی رو میشه در موردشون صحبت کرد، ولی اون رو به نظر من بیشتر باید در چارچوب یک نوع فاشیسم روسی دید که از اینها به عنوان یک نوع کسانی که در خدمتش هستن استفاده میکنه. بخش عمده اون گرایش هایی که ما بهشون میتونیم بگیم فاشیسم در این کشورها در همون بعد از جنگ جهانی اول از 1914 شروع میکنن به ظاهر شدن تا 1945 که جنگ جهانی دوم تموم میشه و شوروی این کشورها رو در اختیار خودش میگیره. البته با استثناهایی هم ما در اینجا داریم که در این حال که تو بلوک شرق هستن متفاوتن با کشورهای دیگه، مثلا یوگسلاوی که من در موردش صحبت کردم در اون برنامه های مربوط به نسل‌کشی که عموما از واژه تیتیسم در موردش استفاده میشه در اشاره به نام جنرال تیتو که در این حال که وابسته است به اصطلاح بلوک شرق مقداری هم استقلال داره. این رو در مورد مجارستان هم تا حدی میشه گفت، مجارستان به هر حال وابستگیش مقداری کمتر بود و خیلی هم زودتر از کشورهای دیگه اومد به طرف خروجش از بلوک شرق. جایی که میشه گفت که فاشیسم از همه قدرتمندتر بود در این بلوک شرق و تونست به قدرت هم برسه و جنایات زیادی هم بکنه در حد نسل کشی و میشه بهش اشاره کرد و ما با اون شروع کنیم، در کرواسی هستش و دولتی که در 1941 در همون زمانی که مسئله به صلاح قدرت های فاشیستی مختلف شروع میکنن به قدرت رسیدن به قدرت میرسه، قدرت اوستاشی ها که یک به اصطلاح سیستمی رو به وجود میارن علیه در حقیقت سلطنت سرب کروات اسلوونی در 1918 و که بعدا همین تبدیل میشه 1929 به سلطنت یوگسلاوی و بعد تبدیل میشه به یوگسلاوی، ولی این اوستاشی ها که در مدتی از سال 1941 تا 1945 به قدرت میرسن و جنایات بسیار گسترده ای رو انجام میدن، به اینها ما خواهیم پرداخت. همینطور به فاشیسم در لهستان و اینکه چطور فاشیسم رشد میکنه و از چه مراحلی میگذره، هنوز فاشیسم در اون معنی دقیق کلمه نسبتا محدوده در لهستان، هرچند که حزبی که الان در قدرت هست حزبی است که گرایش های راست افراطی داره و بعضی ها معتقد هستند که همچنین خطر هست که یک نوع لغزشی به اون طرف بکنه، مثل همون ملی گرایان مسیحی در آمریکا در جناح راست افراطی حزب جمهوری خواه، ولی خب اون حزبی که در لهستان وجود داره هم باز از موارد مهمی هستش که ما بهش میپردازیم، حزب رنسانس ملی لهستان یا NOP که این نقطه تمرکز
فاشیسم جدید در لهستان هست که یک پیشینه درازی داره که برمیگرده به ابتدای قرن بیستم. ما در این موارد روی این دوتا مورد به طور خاص تمرکز داریم، به موارد دیگه هم اشارهی خواهیم کرد. ولی مورد همطور که گفتم کروات ها از همه مهمتره و بعد لهستان و بعد حالا اشاره هم میکنیم به احزاب راست افراطی در اروپای شرقی و جنوبی.